بر شما مهربان یاران گرامی، حالتون چطوره؟ ببینید امروز یک مطلب بسیار مهمی رو با انار میخوام به شما بگم. انار پوست کندن شما بلدین؟ فکر کنم خیلیاتون بلد نباشین، تعارف ندارین. تو میخوانی انار رو بخورین چیکار میکنین؟ یه چاقو رو میزنین مثل سیب از یه رزور پوستش میکردین، بعد یه همه اینا ترشحات میشه توی لباساتون، همه رو به هم میزنه. مگه نه؟ ببینید چند سال پیش من 17-18 سالم بود، یک جای مهمان بودیم در مشهد، یک سری از این آخوندهای کنونی مثل علی خامنه‌ای نیز اونجا حضور داشتن. صابخونه میوه چیده بود، انار و پرتقال و سیب و یه حرفا. وقتی که جلو همه میگرفت، علی خامنه‌ای اومد از روزی سیب برداره همه اینا ریخ پایین. یارو گفت حاج آقا انار بردارین. انار رو گذاشته بود رو که انار بردارن، چون انار همیشه گرونتر بهتر ایناست. گوش کنید به این حرف، سخن تاریخی است و خیلی مهمه. علی خامنه‌ای گفت نه نه نه، من اصلا انار نمیخورم. بعد یارو گفت حاج آقا انار خیلی مفیده، خوبه، چه هست و اینا. گفت نه نه، من اصلا انار نمیخورم. و من صدا زدم گفتم که روبروش نشسته بودم، دور تا دور نشسته بودم، گفتم که آقای خامنه‌ای چرا انار نمیخورین؟ گفت راستشو بخوای یک بار ما انار خوردیم، طلبه بودیم و اومدیم این رو هم چاغور زدیم بهش، مثل این بود که یک بطر شراب بترکه تو دست ما، همه جای ما رو خونین و قرمز کرد و کثیف کرد، از لباس و عمامه و عبا و قبا و خونه مردم و دستای ما. از اون موقع من توبه کار شدم که دیگه انار بخورم. خب روش کردین اینا بلد نبود انار بخوره. بهش گفتم آقای خامنه‌ای انار خوردن رسم و رسومات و شیوه ای داره. یه انار برداشتم، شما هم خیلیاتون به سری خامنه‌ای بودید میدونم، من انار نمیخورم چون میگی کسی میگه. یا این بالا گلش کندم براش، گلو که کندم بعد این چهار تا خط زدم، آه یه خط اینجا، دو خط میاد، بعد سه خط، بعد چهار خط. یعنی روی انار فقط خط میکشیم، پاره نمی کنیم. بعد این وسطشو، این گلشو شما برمیدارین، این گلشو چاقو میزنین. خب بعد نگاه کنید، انار شکفته میشه براتون، شکفته میشه. اصلا دیگه احتیاج ندارید که شما بخواین بیا کجا جای خراب شد، بیا پایین بگم که بریزی روی این ظرفه. نگاه کجا انار خراب شد، کجا دست منو خونین و سرخین کرد. اصلا شما ببینید که دست من حتی کثیف نشد، چه برسه به لباس ها. ولی اون میگفت تمام زندگی، و من بارها شاهد بودم که یک انار خوردن رو خیلی بلد نیستن، اونم بلد نبود. آقای خامنه‌ای بیش از 40 سال پیش، 40 و 3-4-5 سال پیش بهت انار خوردن و سیاوش اوستا یاد داد. با این که من 16-17 سالم بود، حالا یادم نیست که بود، ایشون دو برابر من سن داشت، چون 17 سال از من بزرگتره، یعنی مثلا ایشون 35 سالش بود، ما 17 سال 18 سال. خیلی چیز دیگه برای خامنه‌ای من یاد دادم از جمله. حالا برحال، حالا شما که انار خوردن و بلد نیستی اون موقع میگفتی، الان سالهاست بر یه سرزمین نشستی داره رهبری میکنی، سرزمین اهورایی، سرزمینی که به خود رضا شاه دیده، آریامهر، محمد رضا شاه دیده، نادر شاه دیده، کریم خان زند دیده، یعقوب لیث دیده، بابک خرمدین دیده، کوروش دیده، کوروش، آرتمیست، سرداران زند، گرد آفرید ها دیده. تو اونجا نشستی ترتیبی ملت تو شانزوز اولم تو همه کاره بودی، مثل بقیه با روحانی، همین روحانی و اینا، این روحانی خامنه‌ای، این رفت سنجونی کاره نیست، اینا همه کاره مملکت بودن، هر کدومشون یه جای بودن. شما که یه انار خوردن بلد نیستید، 40 سال مملکت ما رو داغون کردید،
به فنا بردید، روز به روزم بدتر. بعد خودت میای، روحانی میاد، همه تون میای فرار میکنیم، میگین ما که نمیدونستیم این بنزینی جور بشه، ما که نمیدونستیم، پس تخصص نداریم ما. شما یه تخصص ندارید شعور اقتصادی که بنزین رو سه برابر کنید شعورش میشه. چطور پس و ادعا دارید و مدعین هستید که جوج؟ حالا من یک بار دیگه میخوام ازتون خواهش کنم که حرفای نیکسون در باره نیکسون و محمد رضا شاه رو گوش کنید و بعد میخوام بیام تو بهتون یه چیز بگم. اینو خوب گوش کنید. نیکسون: انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستن و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتن. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی میکنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی سواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. جمعیت ایران، لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست. این رو تا حالا ما بارها در برنامه دیگه‌مون هم پخش کردیم و توی این مستند آریا مهرم اومده، میتونید گوش کنید تا پی ببرید که ایران در زمان محمد رضا شاه داشت به اقتدار میرسید، چون یه رئیس جمهوری که خود محمد رضا شاه ساخته بودش. نیکسون از اون موقعی که میاد به ایران که اون سه تا دانشجو کشته میشن فلان اینا، نیکسون کسی است که محمد رضا شاه تقویت مالیش میکنه تا رئیس جمهور میشه. قصه ای داره، حالا من نمیخوام اینجا باز کنم. وقتی رئیس جمهور میشه به خواست محمد رضا شاه با حامد ارزش میده که به عنوان قدرت تو منطقه مستقل از اینا باشه، چون در این شکی نیست که ما سرزمین ما استعمار زده است، از همون دیروز تا الان تحت استعمار بوده، هر کی اومده مستعمره ایران مستعمره بوده و هست، خبر ندارین. من اینو به آقای متین دفتری گفتم، نواده فامیل چیز دکتر محمد مصدق. آقا خود دکتر مصدق تو کتاب خاطراتش که چاپ شده برید بخونید، میگه من به محمد رضا شاه گفتم اگر میخوای من نخست وزیر بشم شما توافق انگلیس رو بگیرید. محمد رضا شاه میگه اصلا شو، گفت مرد حسابی ما شو این مملکت اینا، تو چرا میگی از اونا؟ گفت قربان اگه اونا مخالف باشن یه فدایان اسلام پسلام کسی پیدا میشه میزنن ما رو میکشن، مثل علا، مثل سپهبد رسمبارا، مثل وه وه وه. آخه انگلیس همیشه اینا رو ساخته، میگه میزنه منو میکشن. و میدونید که تمام این ترورهایی که اسلامیون از فدایان اسلام گرفته به بعد همه اینا تو ایران رخ داده، مسلمان این کار کردن خواستای انگلیس بوده. چرا؟ چون انگلیس اصلی ترین استعمار که برای ایران میده.